بعد از شهادت مختار ثقفی و بعد از آنکه ابراهیم مالک اشتر به کوفه آمد و با قاتل مختار یعنی مصعب بن زبیر بیعت نمود، ثابت بن مختار ثقفی فرزند مختار به عبدالملک مروان پیوست. او در جنگ دیرالجثانیق بر علیه مصعب بن زبیر و بر علیه ابراهیم مالک اشتر شمشیر زد. وی از فرماندهان عبدالملک مروان در جنگ با آل زبیر بود. ثابت بن مختار به همراه پسرموی مختار یعنی زایدت بن قدامه بر علیه مصعب و بر علیه پسر مالک اشتر شمشیر زدند. وی توانست در این جنگ بسیاری از افراد مصعب لعنت الله را به درک واصل کند. اما سؤالی که تا اینجا مطرح شده است این است که چرا ثابت بن مختار ثقفی با مصعب بن زبیر بیعت نکرد و با عبدالملک ابن مروان دست دوستی داد؟ زیرا ثابت ابن مختار فرزند مختار ثقفی نمیتوانست با قاتل پدر خود یعنی مصعب ابن زبیر بیعت کند و از این رو عبدالملک مروان را برای بیعت انتخاب کرد. ثابت ابن مختار در جنگ دیرالجثانیق بسیار جنگید. او حتی بارها سعی کرد تا مصعب ابن زبیر را بکشد و انتقام خون پدرش را بگیرد، اما پسرموی مختار یعنی زایدت ابن قدامه موفق شد که مصعب ابن زبیر را بکشد. در برخی روایات آمده است که ثابت ابن مختار ثقفی سر مصعب ابن زبیر قاتل پدرش را از تن جدا نمود و برای عبدالملک مروان فرستاد، ولی اینطور نیست. کسی که سر مصعب ابن زبیر را از تن برید و برای عبدالملک مروان فرستاد دردی بود به نام عبیدالله ابن زیاد ابن زبیان. اما چرا پسر مختار ثقفی با اینکه میدانست عبدالملک مروان فاسده با او بیعت نمود؟ زیرا هدف ثابت ابن مختار فقط گرفتن انتقام خون پدرش بود و او فقط با بیعت با عبدالملک مروان میتوانست انتقام خون پدرش را بگیرد. با این وجود نکات تاریکی در این گونه موارد وجود دارد. اما عبدالملک مروان
چرا ثابت ابن مختار ثقفی را یکی از فرماندهان اصلی خود در جنگ با آل زبیر قرار داد؟ زیرا ثابت ابن مختار فردی شجاع و جنگاور بود، اما علت اصلی این است که از نام و اعتبار مختار در برابر آل زبیر استفاده کند و هدف عبدالملک مروان فقط این بود. در حالی که مختار ثقفی در لحظات پایانی عمرش به پسرش ثابت گفت: به خدا قسم روزگاری خواهد آمد که همه از شنیدن نام ثابت ابن مختار وحشت خواهند داشت. و اینطور نیز شد. و ثابت ابن مختار ثقفی سرانجام در سن حدود 89 سالگی از دنیا رفت. به امید سعادت و رستگاری برای همه انسان‌ها، به برکت وجود مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف، درود و سلام خداوند بر مختار ثقفی که انتقام خون سیدالشهدا را به زیباترین شکل ممکن گرفت. پاینده و عزیز باشید. بلدان بلازری صفحه 270.